محمد قاسم جوان روستانشین که مارشال شد. محمد قاسم فهیم در سال 1336 هجری خورشیدی در روستای کوچک به نام عمرز در پنشیر چشم به جهان گشود. محمد قاسم فهیم آموزش های نخستین را در زادگاهش فرا گرفت و سپس وارد دارالعلوم عربی کابل شد. او عضو نهضت جوانان مسلمان افغانستان نیز گردید. ابتدایی درس کفر پزد بانه مونگتای چه 1001 دلیل کتابو مونگتای شروع کرد. او پا دقا زمان که پا آقا وقت حکومت بانه تظاهرات تو متعلمینو هم بو. قسمت عمده مسئولیت ها به مارشال صاحب سپرده شد و فکر میکنم که کاروان خوب رهنمایی کرد و خوب رهبری کرد و در مقاطع مختلف تصمیمای بزرگ گرفت. فکر و اندیشه مبارزه و آزادی خواهی را از نوجوانی به سر می پروانید و با خود داشت و این اندیشه از نوجوانی همراه با مارشال مرحوم بود. او مبارزه های اساسیش را در جهاد افغانستان آغاز کرد، چنان که رفته رفته به یک فرد نزدیک به احمد شاه مسعود قهرمان ملی مبدل شد. مارشال فهیم ما شخصیت است که در جریانات چهار دهه اخیر تبارز کرده و در مسیر دادن رویدادهای دو نیم دهه اخیر نفوذ و تاثیرگذاری وی روشن و انکارناپذیر می باشد. کم مناطق افغانستان ما سراغ داشته باشیم که ایشان گام نزده باشد و در دفاع اون مناطق در برابر نیروی اشغالگر سهم نداشته باشد. در دوره مقاومت که یک فصل دیگه زرین کشور است، کوهپایه های هندوکش، شمال کشور، گوشه گوشه وطن شاهد رشادت ها و فداکاری های مارشال عزیز ما هست و هیچگاهی فراموش نخواهد کرد. در زمان مقاومت محمد قاسم فهیم به یک فرمانده بزرگ مبدل شد و نقش برجسته‌ای در تحولات افغانستان بازی کرد. محمد قاسم فهیم پس از ترور قهرمان ملی مسئولیت پیشبرد نبرد را در جبهه های جنگ به دست گرفت. مرد یک پالو، سنگردار، با همت و با عزم بود. خداوند امرای تمام شهدای راه جهاد و مقاومت جایش را جنت بگردانه. از وقتی که او را مارشال افغانستان لقب داده شد از طرف رئیس جمهور، وقت او زمان دیگه یک لقب بجا بود، چون وقتی که مجاهدین افغانستان بر یک قوای خارجی، تجاوز خارجی پیروز شده بود، این لقب باید به یکی میداد، باید به کلان مجاهدین میداد او زمان که بود به مارشال فهیم داده شد. محمد قاسم فهیم در زمان حکومت انتقالی وزیر دفاع شد و در همان وقت به سمت مارشالی رسید و مارشالی افغانستان شد. وقتی که میگن ما از افغانستان آمدیم، میگم یک پایت بوسم. هرکس حق داره که باید وطن داشته باشه. همواره مدافع وحدت ملی و مخالف تبعیض، تعصب و تفرقه بود و در حفظ تمامیت ارضی کشورش نقش مهم را ایفا کرد. اسلام د سپیسیلی دین پیروی او ساتن وکرم. مارشال دو دور معاون نخست رئیس جمهور پیشین نیز بود. برادرها از حسد تیر شوید، بیم با دید محبت و یک دیگر پذیری آغوش خدا باز کنیم و وطن ما را جور کنیم. مرحله در زندگی انسان ها میرسه که باز اونا فکر بکنه که ما دیگه از این گروه، این حزب، این حزب نیستم، ما از همه گیستم. و مارشال عزیز با امطور بود از همه گیم. مارشال فهیم سرانجام در سال 1394 هجری خورشیدی و هنگامی که معاون نخست رئیس جمهور پیشین بود در کابل درگذشت. نه تنها که دوستم ماند و دوستم بود،
بلکه راه افغانستان به همراه پیمود.